اگر 5 ثانیه اکسیژن زمین قطع بشه چه اتفاقی میفته؟ رفقا سلام. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، برای اینکه از من حمایت بکنین، همین الان ویدیو رو لایک بکنین و چنل رو هم سابسکرایب. توی ویدیوی قبلی در مورد بودا و اندیشه هایی که داشت صحبت کردیم. اگر دوست داشتی یه سر بهش بزن. ما در طول روز کارهای زیادی میکنیم، میخوریم، میخوابیم و کلی کار دیگه. اما از یه عامل بزرگ که باعث زنده نگه داشتنمون شده غافل شدیم که اونم اکسیژنه. همونطور که میدونید اکسیژن سومین عنصر مهم و زیاد در زمینه. اکسیژن فقط باعث زنده نگه داشتن ما و حیوانات نمیشه، بلکه بسیاری از چیزها به خاطر ورود اکسیژن به وجود میان. لایه اوزون از اکسیژن تشکیل شده، پس اگر اکسیژن قطع بشه لایه اوزون از بین میره و تشعشعات فرابنفش خورشید زمین رو نابود میکنه. مورد دوم اینه که ما برای تشکیل آتش به سه عامل نیاز داریم: اکسیژن، گرما و سوخت. پس اگر اکسیژن نباشه قطعا نمیتونیم آتش درست کنیم، چیزی که برای بشر نیازه. یکی از چیزهایی که از کار میفتن ماشین ها هستن، چون موتور ماشین دیگه نمیتونه گرما رو به انرژی تبدیل کنه. پس اگر اکسیژن قطع بشه ماشین ها، قطارها، کشتی ها و هواپیماها همه غیر فعال میشن و اگر هواپیمای در آسمان باشه سقوط میکنه. مورد سوم، تمام ساختمان ها، آسمان خراش ها، جاده ها و هر سازه‌ای که روی زمین وجود داره در جا فرو میرزه و نابود میشه، چون عامل اصلی نگه داشتن بتن، سیمان و چوب اکسیژنه و اگر نباشه همشون تبدیل به غبارهای آهنی میشن. مورد چهارم، چون 96% پوسته زمین از اکسیژن تشکیل شده، زمین زیر پامون هم تبدیل به غبار میشه. 70% سطح زمین که اقیانوس ها هستن هم بخار شده و به گاز هیدروژن تبدیل میشن. ما به راحتی میتونیم 5 ثانیه نفسمون رو حبس بکنیم و توی این 5 ثانیه سلول های بدن از پروتکل دیگه‌ای برای زنده نگه داشتن خودشون استفاده میکنن. اما این فقط در حالتیه که ما خودمون نفسمون رو حبس کردیم، نه اینکه کل اکسیژن محیط از بین رفته. خب حالا 5 ثانیه تموم میشه و اکسیژن به زمین برمیگرده، اما دیر شده چون کار از کار دیگه گذشته. وقتی اکسیژن برمیگرده میخواد که با هیدروژن ترکیب بشه، ولی واکنش ترکیب این دوتا گرمای شدیدی رو تولید میکنه و دنیای ما رو به آتیش میکشه. حتما فکر میکنید که مرگ دردناکی دارید، اما نه، چون تو همون ثانیه های اول تمام انسان ها و موجودات زنده میمیرن، چون تمام سلول های بدن از آب تشکیل شده و به محض قطع شدن اکسیژن همشون بخار میشن و بدن ما تبدیل به غباری در هوا میشه. حتی اگه برای بدنمون هم اتفاق نمی افتاد، چه بیرون از خونه و چه داخل خونه که بودی، وقتی اکسیژن قطع می شد ساختمون ها روی سرمون می ریختن و همچنین سطح زمین هم به غبار تبدیل می شه. یعنی هیچ چیز روی زمین باقی نمی مونه. شاید خیلی ها فکر نمی کردن که اکسیژن اینقدر مهم باشه و احتمالاً برای همینه که منبع مهم تولیدش یعنی درخت‌ها رو به راحتی قطع می‌کنیم تا شهر یا هر چیز دیگه‌ای رو به جاش بسازیم. همونطور که نبود اکسیژن باعث این اتفاق‌ها میشه، کمبودش هم باعث اتفاقات زیادی در بدن یا هر ماده و وسیله دیگه‌ای میشه. پس مراقب این عنصر گرانقدر باشیم. یادتون باشه که
فقط 5 ثانیه نبود اکسیژن این دنیای زیبامون رو نابود میکنه و ما رو هم به غبارهای معلق در هوا تبدیل میکنه. اما زمین چه فرایندی رو طی کرده تا به وجود بیاد و تبدیل به این کره آبی بشه؟ موضوع ویدیو فردا در این مورده، پس این ویدیو جذاب رو از دست ندید.